سلام، من نیلوفر نوری ورودی 91 دانشگاه دندان پزشکی مشهد هستم. استیت آزمون دادم و رتبه 9 پاتو، 13 اطفال و 15 ارتو رو با طرز 7600 آوردم. از نظر برنامه درس خوندنم، دوره‌ای که کلاس داشتم و دانشگاه میرفتم روزی 4-5 ساعت مفید درس میخوندم و تایم میگرفتم. این 5 ساعت مفید بودش. تو از نظر سطح درسیم توی دوره عمومی چند بار شاگرد اول شدم. از نیمه مرداد پارسال شروع به خوندن کردم. قبل از اون تو دوره عمومی فقط برای امتحانا درس میخوندم و بر تخصص درسی رو شروع نکرده بودم. برای نوزمون پکیج درک مفاهیم پارسال ثبت نام کردم. در کنارش کتاب تست رو از بازار تهیه کردم و هر درسی رو که میخوندم تستش رو همون دور اول میزدم و نکاتی که تو کتاب تستا بود وارد میکردم یا نکات مهم تو جزوه‌ام هایلایت میکردم. عامل موفقیتم، اگر بشین رو موفقیت دونست، به نظرم آهسته و پیوسته درس خوندنم بود. اینکه هر روز درس میخوندم، همون 4-5 ساعت رو هر روز میخوندم. اینجوری نبود که چند روز بخونم بعد یه هفته نخونم بگم خسته شدم. آخر هفته برای خودم استراحت میذاشتم، البته عید یک هفته مسافرت رفتم، ولی بقیه روزا رو همه رو میخوندم. روزایی که کلاس نداشتم 7 ساعت 7 نیم ساعت مفید میخوندم، ماه آخر 8 ساعت 9 ساعت، هفته آخر 10 ساعت. سعی میکردم همش این تایم درس خوندنم رو در روز بالا ببرم. از نظر سطح زبانم خوب بود. کتابی رو از بازار تهیه کرده بودم، شبا لغتاشو میخوندم، ولی این کار رو ادامه ندادم. حس کردم فایده ای نداره و سر جلسه هم به همین نتیجه رسیدم. به نظرم زبان یکم شانسیه. من زبان پارسال برام سخت بود، ولی زبان امسال رو خوب دادم، درصدم بالا شد. به نظرم یکم شانسیه و توصیه خاصی بر زبان ندارم واقعا. از نظر استرس سر جلسه خیلی استرس گرفتم، چون که دفترشم با ارتو شروع شده و سال ارتو سخت بود. من هم ارتو میخواستم، عادت داشتم درصد ارتوم تو آزمونای پارسه بالا بود. خیلی سختم بود سوالی رو نزده بذارم یا بخوام درصد پایین بزنم و این خیلی از این جهت خیلی رو من فشار اومد. ولی چیزی که بازم خیلی کمک کرد این بود که من 3 بار قبلش آزمون پارسه رو داده بودم و این خیلی خیلی کمک کننده بود. اینکه شرایط مشابهی رو تجربه بکنی و ببینی اگه یه درسی سخته ممکنه درس بعدش آسون باشه. سر سوالا خیلی توقف نکنی، تا آخر بری و دوباره برگردی. اگه این اولین آزمونی بود که میخواستم بدم، به نظرم اصلا اینجوری نمیشد و اون آزمونایی که دادم خیلی خیلی کمک کرد به من. افرادی که توی این مسیر به من کمک کردن، اصلا به نظر من تخصص چیزی نیست که بشه تنهایی انجامش داد. اگه حمایت خانواده ها نباشه اصلا نمیشه این مسیر رو طی کرد. من اگه حمایت خانواده خودم، خانواده همسرم و همسرم، دوستانم، اطرافیانم نبود، اصلا به سرانجام نمیرسید، چون این مسیر خسته کننده است، طولانی، آدم کم حوصله میشه، آستانه تحملش پایین میاد و اگه اون تحمل دیگران نباشه، اگه حمایت های اونها نباشه، به نظرم نمیشه نتیجه گرفت. من همینجا تشکر میکنم از خانواده خودم، همسرم، خانواده همسرم و همه اطرافیانم که تو این یک سال من تحمل کردن و به من روحیه دادن. توصیه نهایی که به بچه ها دارم اینه که تصمیم آخرشون رو بگیرن. اگه قرار تخصص بخونن، درست شروع بکنن و اینطوری نباشه که حالا هر هفته به این فکر کنن که فکر درستی، انتخاب درستی کردن، این درسته که آیا تخصص بخونن، دنبال حواشی باشن، حالا اینکه ظرفیت ها کم شده، زیاد شده، قبولی سخت شده، آسون شده. اگه تصمیم گرفتن که تخصص بخونن، دیگه کامل شروع بکنن. من خودم وقتی این تصمیم رو گرفتم دیگه به حواشی گوش نمیدادم. یعنی بالاخره البته به گوش آدم میرسه، سخت، اخبارم زیاده، اخبار ناامید کننده متاسفانه زیاده، ولی اگه بخواین به اینا توجه کنین و اینا روتون اثر بذاره، مطمئن باشین که نمیتونین نتیجه بگیرین. باید گوشتون رو روی همه این حرفا ببندین و فقط درس خودتون رو بخونین و اصلا به چیز دیگه ای فکر نکنین. در نهایت از نظر اینکه جزوه پارسه راضی بودم یا نه، بله خیلی راضی بودم، چون من چیز دیگه غیر از پارسه نخوندم، غیر از همون کتاب تستی که از بیرون تهیه کرده بودم. جزوه پارسه به نظرم کافیه برای این آزمون و در نهایت امیدوارم که بهترین اتفاق برای هر کسی بیفته، چون که آدم نمیدونه بهترین اتفاق چیه. اگر قرار هست که بهترین اتفاق این باشه که تخصص بخونید و اینجا بمونید، خب امیدوارم که همین اتفاق براتون بیفته و همون رشته‌ای که دوست دارید قبول بشید.